اگر در ژاپن زندگی می کنید می توانید به ماموران خصوصی به نام واکارساسیا پول بدهید تا همسر یا شریک زندگیتان را از راه بدر کنند. سال 2010 تاکاشی کوبارا به قتل معشوقش ریه ایساهاتا محکوم شد. اما آنچه توجه جهان را جلب کرد خود این فاجعه نبود. مسئله جالب این بود که کوبارا را همسر ایساهاتا به عنوان یک حرفه‌ای استخدام کرده بود تا ازدواجشان را به هم بزند. کوبارا یک مأمور واکارساسیا بود که همسر و فرزند داشت. او طوری برنامه ریزی کرد که با ایساهاتا در یک سوپرمارکت آشنا شود. او ادعا کرد مجرد است و در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کند. ظاهر مثبت و خجالتی و عینکی که به چشمش احتمالاً او را قابل باورتر هم می‌کرد. به این ترتیب آنها وارد رابطه‌ای شدند که در نهایت به یک عشق و عاشقی واقعی تبدیل شد. در این میان یکی از همکاران کوبارا از آنها در یک هتل عکس گرفت و همسر ایساهاتا هم از آن به عنوان مدرک طلاق استفاده کرد. سندی که ارائه آن برای طلاق غیر توافقی در ژاپن الزامی است. وقتی ایساهاتا از این نقشه فریبکارانه مطلع شد، سعی کرد رابطه اش را با کوبارا تمام کند. اما کوبارا که نمیخواست ایساهاتا را از دست بدهد، او را با یک تکه تناب خفه کرد. یک سال بعد کوبارا به 15 سال حبس محکوم شد. قتل ایساهاتا به صنعت واکارساسیا لطمه زیادی وارد کرد، اما این فاجعه در کنار موارد کلاهبرداری باعث شد برخی اصلاحات در این صنعت ایجاد شد، از جمله اینکه کسب مجوز برای مؤسسات فعال در این زمینه الزامی شد. یوسوکه موسوچیزوکی مأمور یکی از این مؤسسات به نام فرست گروپ است. او میگوید این اتفاق باعث شد جلوی تبلیغات خدمات واکارساسیا در اینترنت گرفته شود و شک و شبهه در میان مردم افزایش یابد، موضوعی که کار برای مأموران واکارساسیا را سخت‌تر کرد. تنها یک دهه از قتل ایساهاتا گذشته، اما تبلیغات آنلاین دوباره از سر گرفته شدند و به نظر می‌رسد این صنعت با وجود قیمت‌های بالا و جنجال‌هایی که به همراه دارد دوباره در حال رونق گرفتن است.